بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صد سلام به دخترها و پسرای گلم ورودتون رو به پایه ششم خیلی تبریک میگم امیدوارم که امسال بتونیم در کنار همدیگه مفاهیم زیادی رو در حوزه این ریاضی با هم مرور کنیم بچه های عزیزم قرار بریم سراغ فصل اول و درس اول همه آماده این آفرین به شما ازتون انتظار دارم تو تمام جلسات یه دفتر یادداشتم کنارتون داشته باشین بعضی از نکته ها واقعا باید یادداشت بشه تا به خاطر سپرده بشه به من قول میدین آفرین به شما بریم سراغ جلسه اولمون دوستای عزیزم امروز میخوایم راجع به الگویابی با همدیگه صحبت بکنیم یادتون هست الگویابی رو چه پایه خوندین؟ آفرین از کلاس اول ما راجع به الگوها داریم میخونیم. بچه های گلم در الگوها ما دنبال چی هستیم؟ آفرین کشف رابطه ها. الان اینجا رو نگاه بکنین. یک جوجه چند تا پا داره؟ بله دو تا پا. دو تا جوجه چند تا پا دارن؟ آفرین دو تا دو تا سه تا جوجه آفرین سه تا دو تا بچه می بینیم این رابطه همه جا برقراره یک جوجه دو تا پا دو جوجه دو تا دو تا سه جوجه سه تا دو تا که هر کدوم از اینا این رابطه یه دو رو ما توشون داریم می بینیم بچه های گلم اگر این رابطه رو ادامه بدیم نگاه کنیم ببینیم آیا همه جا این قضیه صدق می کنه؟ بله سه تا دو تا هم می شش تا بچه این رابطه رو بیایم بنویسیم یک دو تا دو, دو تا سه دو تا. اگر من بخوام بقیه رو هم بنویسم و شماره چهار رو هم داشته باشم تا آخر بچه های عزیزم همین اتفاق میفته همونطور که میبینید من دارم تعداد و هی افزایش میدم ولی باز اون رابطه همه جا بچه ها ثابته نگاه کنید این رابطه همه جا ثابته این رابطه رو من و شما کشف کردیم الگویابی هم یعنی همین اگر من همین رو ادامه بدم مثلا بخوام تعداد پاهای صد تا جوجه رو به دست بیارم چی میگم؟ آفرین به شما صد تا دوتا شماره شکل زب در دو و شما میبینید شماره شکل زب در دو و این اتفاق همه جا افتاده پس صد و میه میشه؟ صد تا دوتا بچه های عزیزم میخواییم بریم بقیه کار رو با هم دیگه مرور بکنیم دوستان امسال در کلاس ششم میخوایم ببینیم که چه چیز جدیدی برامون داره خب کلاس چهارم ما اینو خوندیم کلاس پنجم راجع به اعداد مثلثی الگوهای مثلثی و الگوهای مربعی با هم دیگه کار کردیم اما کلاس ششم چی انگار داره تکرار میشه میبینید چقدر راحته ما اینجا بچه های عزیزم میخوایم یه کار کوچولو انجام بدیم به جایی که بگیم تعداد پای جوجه ها مساویس با تعداد جوجه ها در یه چیزی از این به بعد به جای اینا میخوایم از اشکال هندسی استفاده کنیم اول من میخوام تعداد پای جوجه ها رو به دست بیارم تعداد جوجه ها رو ضب داره چی کردم؟ آفرین زبدر داره دو کردم تعداد جوجه ها همه جا زبدر دو شده من این زب داره دو رو میبینم همه جا هست بچه بیرم ما هم یه قرار بذاریم از این به بعد به جای تعداد پای جوجه ها یه دایره بذاریم البته شما میتونید هر شکل هندسی دیگه بذارید هر چیزی که دوست دارید به جای تعداد جوجه ها بچه های عزیزم بیایی مربع بذاریم زبدر داره دو هم که سر جای خودش هست دوسته سبزی نمون داره به ما تذکر میده حواستون باشه این یه نکته است در پایه شیشم به همین راحتی پس ما الگویابی رو در پایه های قبلی خوندیم امسال یاد میگیریم برای نوشتن رابطه از اشکال هندسی استفاده کنیم خب بچه ها در کلاس چهارم یاد گرفتیم برای کشف بین رابطه ها میتونیم شکل رو پر کنیم میتونیم شکل رو کامل کنیم الان شکل یک من اینه شکل دو من این شکل سه من این و شکل چهار من اینه دوستان عزیزم من میتونم به راحتی توی اینا دسته های دوتایی درست بکنم اما انگار همه جا دسته های دوتایی من جور در نمیاد پس یه کاری میکنم میام با گذاشتن یه مربع که خودم تصورش کردم شکلم رو کامل میکنم میگم شکل یک من یه دسته دوتاییه اما من این مربع رو همینطوری بهش دادم پس ازش پس میگیرم یک دسته دوتایی منهای یکی بچه دو رو نگاه کنید دو دسته دوتایی این مربع خودم گذاشتم پس باید برش دارم دو دسته دوتایی منهای یکی سه ومیار میتونیم چی بگیم بگیم آفرین سه دسته دوتایی منهای یکی چهارمیه چی؟ آفرین همین شکلی چهار دسته دوتایی منهای یکی خب گفتیم توی جدول ما میتونیم داده هامونو رو وارد کنیم بچه جدول خیلی به شما کمک میکنه که رابطه رو با سرعت بیشتری کشف کنید بچه ها وقتی گفتم یک دسته دوتایی منهای یکی پس تعداد مربع هم شد یکی دو دسته دو تای منهای یکی شد سه تا این هم همینطور سه دسته دو تای منهای یکی شد پنج تا بیم این رابطه رو به این شکل بنویسیم بچه نگاه کنید یک دسته دو تای منهای یکی برش داشتم خب چه کاری بذاریم بعد برداریم این روش روش پر کردن یکی از روش هاست فقط داره کمکتون میکنه که شکل کامل ببینید بعدی دو دسته گه. دو تایی منهای یکی من همینجور که دارم میگم شما یه کاری بکنید شما نگاه بکنید شماره شکل من کجای این رابطه قرار میگیره بچه نگاه بکنید کجای رابطه قرار میگیره آفرین به می شما عدد اولی که من اینجا دارم مینویسم همون شماره شکله بچه چی چیزی همه جا داره تکرار میشه آفرین به شما زبدر دو و منهای یک میبینم بینم همه جا وجود داره اگر من یه نگاهی کنم شماره شکل و عدد اول من یکیه پس اگر من بخوام مثلا این رابطه را داشته باشم از روی این رابطه میتونم شماره شکل رو تشخیص بدم بچه نگاه کنید یک یک دو دو سه سه چار چار پس اینجا باید چی بنویسم؟ اینجا نه اینجا چی میاد؟ آفرین به شما اینجا باید نه من قرار بگیره خب بچه گلم تعداد مربع ها رو بیم تشخیص بدیم اون رابطه اونجا هست درسته حساب کن آفرین 9 تا هجده تا منهای یکی بله هفده تا ببین چقدر راحت فقط کافی شما شماره شکل رو با این رابطه ای که نوشتید و این فوت کوزگری که پر کردن یاد بگیرید حتی این یکی از روش هاست. حتما روش های دیگه ای هم شما دارید خب بچه های گلم بریم سراغ قسمت بعدی قسمت بعدی هم باز ادامه همین سوال رو داریم اگر به کتابتون مراجعه بکنید زیر همین جدول این سوال رو ذکر کرده گفته چندمین شکل با 23 تا مربع درست میشه بچه ها چندومین شکل با 23 تا مربع درست میشه ما اونجا رابطه رو کشف کردیم گفتیم اگه تعداد مربع رو بخوایم به دست بیاریم شماره شکل رو زب در دو میکنیم منهای یک مربعی که دادیم پس گرفتیم خیلی داره میگه تعداد مربع ها 23 تاست درسته؟ آفرین به شما شماره شک جاش چی گذاشتیم قرارمون این بود دیگه از این به بعد از اشکال هندسی استفاده کنیم دایره ضرب داره دو منهای یک بچه 21 و 23 رو از میخوام 23 رو به اضافه یک میکنیم میشه 24 تا تقسیم بر دو میکنیم میشه 12 تا پس چند دو میشه ما 23 تا مربع درست میشه آفرین 12 تا سخت بود نه دیدین چقدر راحته فقط کافیه که یه مقدار حواستون رو جمع بکنید که رابطه رو بتونید راحت‌تر کشف بکنید خب دارم میگم آیا شکلی با 28 تا مربع مربع ساخته میشه چرا؟ بچه من قبل از اینکه اینو جواب بدم ازتون یه خواهشی دارم لطفا بریم سراغ میز من و یه نکته ای رو من سر میز میخوام براتون توضیح بدم با من بیاین خب دوستان عزیزم به این شکل نگاه بکنید به این مربه هایی که من اینجا دارم بچه من یه تعداد مربع اینجا دارم اینا رو جفت جفت کنار هم میذارم دو تا اینجا 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 بچه چیزی باقی موند نه آفرین به شما الان اینجا ده تا مربع داشتم که دوتا 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 اونا رو دسته بندی کردم چیزی اضافه نموند دوباره اینا رو نگاه بکنید من میخوام این تعداد رو دوباره دوتا دوتا کنار هم بذارم دو, دو 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 بازم چیزی باقی نموند این عددم هشته که من دوتا دوتا وقتی اونا رو جدا کردم چیزی باقی نموند بچه عدد ده و عدد 8 من زوج هستند. چیزی باقی مانده ندارن حالا برگردیم سراغ اسلایدمون و دوباره اسلاید رو با هم ببینیم بچه ها آیا شکلی با 28 مربع ساخته می شود؟ گفتیم 28 مثل عدد ده مثل عدد هشت اگر دو تا دو تا دو تا رو کنار هم دیگه بذاریم چیزی باقی نمیمونه پس یک عدد زوج حالا دوستان عزیزم بیم تعداد مربع رو نگاه کنیم داره میگه که شکلی با 28 مربع درست شده باشه اینجا یکه اینجا سه اینجا پنجه اینجا هفته شما عدد زوج میبینید؟ نه آفرین به شما ما اینجا هیچ عدد زوجی نمیبینیم پس شکلی رو نداریم که با 28 مربع ساخته بشه بچه ها زوج و فرد ما در کلاس دوم ابتدایی خوندیم اما امسالم هم باز هم میخوایم راجبش حرف بزن که تو اسلاید بعد بهش میرسیم خب بریم قسمت بعدی توی قسمت بعدی میخوایم یه مروری بکنیم چه مروری؟ از این به بعد قرار شد که به جای چیزایی که رابطه هایی که به صورت عبارت فارسی میخوایم بگیم از مربع و دایره استفاده کنیم به این شکل مربع رو میکشم پس تعداد مربع با خود مربع بچه های عزیزم نمایش داده میشه میگیم چی؟ آفرین شماره شکل زب داره دو آفرین من های یک پس دوستان عزیزم در کلاس ششم حواسمون باشه بله عبارت فارسی رو به این شکل مشکل اشکال هندسی نمایش بدیم خب بچه عزیزم بازم میخوایم راجع به زوج و فرد با همدیگه صحبت بکنیم الان متوجه شدیم وقتی دو تا دو تا دو تا کنار همدیگه میذاریم چیز باقی نمیمونه الان چوب کبریت رو نگاه بکنید چوب کبریت رو هر سال ما تو بازی هامون بچه های عزیزم داریم بیا با همدیگه ببینیم آیا اونارو رو جفت جفت بذاریم چیزی باقی میمونه یا نه بچه اینا من به صورت دیگه جفت جفت میبینم شما همینطور آفرین چیزی هم اینجا باقی مانده نداریم اینا هم جفتن اینا هم جفتن این رابطه رو اگر همین شکلی ادامه بدیم بله می بینیم که ده تا چوب کبریت چیزی باقی مانده نداره پس ده یک عدد زوجه بچه های عزیزم محور رو نگاه بکنید توی محور و این بازی نقطه ها میخوایم ببینیم آیا اعدادی که اینجا داریم زوج هست یا نه بچه ها ما ده رو به صورت چوب نمایش دادیم چیزی باقی نموند ده رو روی محور نمایش میدیم و اینو کامل میکنم دوتا 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 حرکت میدم بچه چیزی باقی موند نه آفرین به شما بچه نمایش دیگه ای از عدد ده که زوج بودن عدد ده داره نشون میده اینجاست شکل یک من یک دسته. دو تایی شکل دوی من دو تا دسته دو تایی چیزی هم باقی مانده نداره شکل سه من بگید سه دسته دو تایی چیزی هم باقی مانده نداره شکل چهار منم اگر اون چهار تا دسته دو تایی چیزی باقی مانده نداره در زوج مهم اینه که یاد بگیریم دورشون دو تا دو تا دو تا بذاریم کنار خط بکشیم اگر چیزی باقی مانده نداشتیم بچهای عزیزم زوج پنجمی بچه‌ها چند تا دسته دو تایی باید بکشیم آفرین پنج دسته دو سای. پس اگر خواستی تو کتابت اینو بکشی با خودت این چیزی رو که الان گفتیم با هم با خودت مرور کن پنج دسته دو تایی و چیزی هم باقی مانده ندر عدد دو عدد, عدد عذر میخوام عدد ده یک عدد زوج بچه‌ی گلا عدد زوج رو گفتیم تو دو کلاس دوم هم خوندیم به عدد های 2 4 6 8 10 12 و الی آخر ما اعداد زوج میگیم دوست سبزینه هم اینو به عنوان یه نکته داره یادآوری میکنه تو دفتر یاد داشتید اینو یاد کن خب بریم سراغ این قسمت بازم چوب کربیتا این بار چوب کربیتا میخوان به ما چی بگن ما زوج رو فهمیدیم ببینیم اینجا چیه بچه چند تا چوب کبریت داریم یکی میتونیم یه دسته دو تا کنیم نه اینجا چند تا چوب کربیت داریم آفرین سه تا میتونیم دسته دو تایی بسازیم بیاین بسازیم اینو من میکنم یه دسته دو تایی اما یه دونه چی میشه بله اضافه میاد ایداد بیداد سه اگر یه دونه دو تا بسازم یه دونه اضافه میاد بچه اینجا چی یه دونه دو تا میتونم بسازم اینجا هم اینو با اینو میتونم یه دسته دو تایی بکنم بچه یه دونه اضافه میاد اون یکی هم خودتون با چشماتون قشنگ نگاه بکنید این دوتا رو با هم بذار کنار این دوتا رو هم بذار این دوتا رو هم بذار بچه اضافه میاره بله در اینجا بچه های عزیزم یک، سه، پنج و هفت رو داریم یاد گرفتیم تو کلاس دوم به این اعدادی که بچه باقی مانده شون به این شکل یه دونه ای هست ما میگیم چی؟ آفرین اعداد زوج از میخوام اعداد فرد من دوتا 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 اونها رو گذاشتم کنار هم دیگه ولی تو همه جا یه تونه من اضافه داشتم حالا میخوایم نمایش دیگه ای از اعداد فرد رو با هم دیگه ببینیم بچه این شکل رو نگاه بکنید در اینجا یک مربع میبینید تو اینجا سه تا تو اینجا پنج تا تو اینجا بله هفت تا و این مسیر داره ادامه پیدا میکنه بیم دوتا دوتا کنار هم بذار اینو میتونی دوتا کنار هم بذاری نه پس این زوج نیست یک عدد فرد بچه اینجا رو نگاه بکنید آفرین به شما یه دسته دوتایی میتونم جدا کنم یه دونه هم اضافه میاد بذارید من این کار رو انجام بدم که به چشم شما کمک بکنم اینجا یه دونه دسته دوتایی دارم یه دونه هم اضافه اومد پس اینجا سه تا مربع یه عدد فرد است بچه شماره سه رو نگاه بکنید اینجا یه دسته یه دو میتونم درست بکنم اینجا هم یه دسته یه دو تایی جفت 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 میذارم کنار هم دیگه اما میبینم یه دونه اضافه داره اینجا عدد پنج من همونطور که تو چو کبریتا هم دیدید یه عدد فرد حالا شما با چشمتون یه نگاهی بکنید دو تا دو تا, تا بذار کنار هم دیگه اضافه میاره آفرین به شما یه دونه اینجا من اضافه دارم پس عدد هفت هم یک عدد بله عدد فرد هست خب دوستان عزیزم راجع اعداد زوج و فرد خوندیم چه فایده ای داره وقتی که شما میخواین توی الگو توی الگوها به این را یه رابطه ای رو را کشف بکنید اونجا ازتون یه سوالاتی میشه که دونستن اعداد زوج و فرد خیلی میتونه کمکتون کنه مثل جدول قبلی که با هم دیگه دیدیم خب بچه های عزیزم بعدت های یک، سه، پنج، هفت، نه، یازم و الاخر معدد فرد میگیم دو سبزینه هم داره همین رو یاداوری میکنه تو دفتر یاداشتون یاداش کنید خب دوستان عزیزم میخوایم بریم برای این قسمت سراغی میز من آماده این با من بیایم. بچه ها به شکلی که من اینجا دارم نگاه بکنید این مربع ها چه عددی رو نشون میده؟ چهار اینا آفرین چهار بچه من چهار رو روی چهار میریزم چهار عدد زوج یا فرده؟ آفرین زوجه عدد چهار زوج زوج روی زوج ریخته میشه عدد چی به دست میاد؟ آفرین عدد هشت به دست میاد هشت یک عدد زوجه آفرین به شما عدد دو زوجه عدد چهار زوجه دو رو اگر به اضافه چهار بکنم بله یک عدد زوج به دست میاد که براحتی من میتونم اونا رو دوتا 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 کنار همدیگه قرار بدم پس بچه جمع دو عدد زوج برابر است با آفرین زوج حالا بچه عزیزم من میخوام از خونه های زردم هم استفاده بکنم عدد دو عدد زوج یا فرده؟ آفرین عدد دو زوج. عدد سه چی؟ بله یه عدد فرد بچه عدد زوج رو میخوام به عدد فرد تبدیل بکنم بچه ها عضو میخوام عدد زوج رو میخوام با عدد فرد جمع بکنم جمعشون میکنم میبینم ای دادی بیداد یه دونه چی شد؟ بله یه دونه مربع بر من اضافه آورد بچه دوباره این کار رو انجام میدم عدد پنج یک عدد فرد عدد دو زوجه زوج رو به اضافه فرد میکنم بچه ها عدد چی به اومد؟ عدد هفت به دست اومد که یه دونه هم اضافه داره پس از ترکیب زوج و فرد چی به وجود میاد؟ آفرین فرد حالا میخوام اینم فرد کنم اونم فرد کنم ببینیم چه اتفاق میافته بچه ها عدد سه فرده عدد پنجم فرده اگر فرد و با فرد جمع بکنم عدد چی به دست میاد؟ بله عدد زوج به دست میاد یه بار دیگه این کار رو انجام میدیم من میخوام عدد پنج رو به اضافه عدد پنج کنم پنج فرده این پنج هم فرده اینا رو رو هم دیگه میریزم بچه دقت بکنید این میاد کنار این و پنج و پنج میشه دهی عدد چی میشه؟ آفرین به شما یه عدد زوج میشه خب دوستان عزیزم میخوایم یه عدد زوج رو به اضافه یه عدد فرد کنم عدد زوج، عدد فرد. بیام با هم ترکیبشون کنیم. یک عدد زوج به اضافه یک عدد فرد تشکیل چی میده؟ بله یک عدد فرد رو میده این مثال ها مثال های خیلی ساده ای که شما میتونید با چینه ها با دکمه های که اطرافتون هست اصلا حبوبات فرد دارید و برای خودتون دو تا عدد زوج دو تا عدد فرد یا فرد و زوج رو کنار همدیگه قرار بدین و اینو برای خودتون حسابی نهادینه کنید تو ذهنتون خب بریم سراغ اسلایدمون گفتیم حاصل جمع دو عدد زوج آفرین عدد زوج حاصل جمع دو عدد فرد عددی جای خالی است بچا 5 و 5 چی شد؟ 10 عددی چیه آفرین زوجه اینا رو حواستون دوستای عزیزم بهش باشه بریم بعدی حاصل جمع دو عدد که یکیشون فرد باشه یکیشون زوج باشه مثلا 3 به اضافه 2 آفرین به شما همیشه بچه های عزیزم یک عدد فرده خب دوستان عزیزم ما اینو خوب یاد گرفتیم بریم بحث جدیدمون رو با همدیگه شروع بکنیم این بحث که تازه تازه مخصوص کلاس ششم البته قبلا خوندیمش اما اسمشو بلد نیستیم یادتونه در کلاس سوم جدول ضرب سه رو می نوشتیم یا جدول ضرب خیلی از اعداد دیگر رو میخوایم برای حاصل های امروز بچه یه اسم دیگه بذاریم ببینیم چیه بچه ها ما یاد گرفته بودیم که ضرب سه رو به این شکل بنویسیم یک سه تا سه تا دو سه تا شش تا سه سه تا نه تا چهار سه تا دوازده تا و الاخر بچه های هم همین رو که من الان گفتم میخوام به, به این شکل بنویسم یک سه تا سه تا دقت داشته باشید اینجا رو یک سه تا میشه چند تا؟ سه تا دو تا سه تا سه تا سه تا چهار تا سه تا پنج تا سه تا الی آخر به بقیهش کاری ندارم جواب هر کدوم اینا رو مینویسم بچه ها حاصل ها رو دقت کنید سه شیش نو دوازده پونزده بچه به این عدد ها ما میگیم مزرب مزرب های چی؟ بله مزرب های عدد سه سه، شیش، نه، دوازده، پونزه مزرب عدد سه هستن بریم مثال بعدی رو نگاه کنیم ضربه بله عدد 5 من جدول ضرب 5 پ من دانش آموز خوب بلدم میگم یک 5 تا 5 تا 2 تا 5 تا 10 تا 3 تا 5 تا 15 تا و الخر. بچه همینی که دارم میگم یک 5 تا دو 5 تاسه 5 دا تا رو این طرف برای خودم می نویسم نگاه بکنید یک 5 تا بله 5 تا تا الخر بچه جواب رو نگاه بکنید. عدداد 5 10 15 20 و 25 بیست و مذرب های عدد چی هستند؟ آفرین عدد پنج هستن دوست سبزینه ممنون از اینکه میای و به ما این نکته ها رو میگی که تو دفتر یاد داشت اون یاد داشت بکنی بچه مزرف های عدد پنج همون حاصل ضرب عدد پنج هستن بیم همه رو با همدیگه